الو بفرمایید خانم. اوکی آقای دکتر هلاکویی، من میخواستم راجع به دو تا از خوابای من که من قبلا بذاریم بگم که اصلا دو سه سال پیش اصلا خوابایی نمیدیدم که نمیدونم تکرار داشته باشه یا خوابایی داشته باشه که من روز بعدش مشغول کنه به خودش بهش فکر کنم، ولی و هر کی هم که میگفت من خوابای تکراری دارم یا وقتی میشنیدم خندم میگرفت، چون میگفتم مگه امکان داره یه نفر خوابو همش تکراری ببینه، هر چند وقت یه بار اگزکتلی همون خوابو ببینه. بعد تا اینکه پدر من فوت کردن 3 سال پیش و الو بله خواهش میکنم بفرمایید. بله. پدر من فوت کردن 3 سال پیش و خیلی خوب برای من سخت بود، یه 3-4 ماه آخرش خیلی سخت فوت کردن و یه مریضی سختی داشتن. بعد که پدر من فوت کردن و همه چی تموم شد، یه 6 ماه بعدش من بعدم هی دعا میکردم که بابام به خوابم نیاد، چون اصلا دوست نداشتم که بابامو تو خواب ببینم، نمیدونم میترسیدم، اصلا نمیخواستم سیف کنم این قضیه رو چجوری بود. خلاصه خواب من شروع شد به این که تو خوابم میبینم پدرمو زنده به گور کردن و پدر من بعد از مدتی اون زیر زنده بوده و هیچ که نمیدونسته اینو زنده به گورش کردن. بعد اومده بیرون تو یه شهر دیگه هنوز مریضه و زنده است و ما فهمیدیم که پدرم زنده است، ولی فامیل هیچ ریسپانسیبلیتی قبول نمی کنن که حتی ازش سراغی بگیرن و همه میدونیم که بابامون زنده است و مریضه و احتیاج داره، ولی تو یه نرسینگ هم یه جای دیگه است. و این خواب همش تو این 3 ساله بهتون بگم ماهی یک بار 2 هفته یک بار تکرار میشه که پدر من زنده است، زنده شده و مریضه و من اصلا اگنالج نمی کنم این قضیه رو و هیچ کی تو فامیل اون اگنالج نمی کنه این قضیه رو. به مادرم میگم، مامانم میگه تو فکر میکنی راجع به پدرت شبا که میخوابی؟ میگم به خدا sometimes I don't even. نه حالا شما داره. نه حالا شما میخواید ازش چه نتیجه بگیری؟ I don't know. من نمیدونم. خب پس برای اینکه مادر چه میگن رو، اگر مادر متخصص این کار هستن دلم میخواد نظرشون رو بشنوم، ولی مادر جون میتونن نظر خودشون رو داشته باشن و احتمالا نظرشون محترم است و خوب. ببینید آنچه که شما میگید اصلا هیچ تعجبی نداره، یعنی یه خوابی است و تعبیرش هم بسیار بسیار روشنه. شما خودتون در ارتباط با پدر و نگاه و نظری که راجع به دیگران راجع به پدر بیماری و برخورد باشون داشتید به این نتیجه رسیدید که آنگونه که باید و شاید شما یا دیگران انجام ندادید کاری رو که باید میکردید. این کار تنها در ارتباط با بیماری و مرگشون نیست، مربوط به گذشته های دور هم میتونه باشه، اونجایی که احتمالاً شما در ذهنتون جانب مثلا مادر گرفتید و اینکه حق با پدر بوده، اونجا که خاله یا عمه یا دایی و عمو کاری رو نباید میکردن برای شما کردن، پدر موافق یا مخالفش بوده. و علت این که این خوابا تکرار میشه اینه که اولا شما شبای دیگه هم که فکر کنید تکرار نمیشه تکرار میشه، فقط اینجا شما رو بیدار میکنه و چون نسبت بهش حساس شدید این خواب به صحنه هوشیار ذهن شما میاد. تقریبا همه آدمایی که عزیزشون رو از دست میدن، مخصوصا اگر به نوعی درگیرش باشن که شما هم بهش اشاره فرمودید، دیدن 1000 تا خواب ظرف 2-3 سال بعدش عادی است. حتی موادی که خوابهای دیگه دارن برخی از اوقات تحت تاثیر اون قرار میگیره، به ویژه اینکه اشاره فرمودید چند ماهی بیماری سخت و مشکلی داشتن و بعدم در شرایط خاصی بودن. خوابی هم که میبینید نشانه این است که واقعا وظیفه مسئولیتی رو که اطرافیان داشتن نسبت به پدر در دوره زندگی یا بیماری انجام ندادن یا خودتون انجام ندادید، انتظار و توقعی که شما فکر به نظر اخلاقی یا انسانی بوده صورت نگرفته، ای بسا احساس گناه دارید، احساس خشم دارید، احساس کینه و دشمنی دارید یا با پدر یا با مادر یا کسانی که با ایشون مرتبطن یا با خانواده و فامیل. و ضمناً هم این ماجرای بیماری پدر و مرگ پدر برای شما یه نقش اساسی داشته، درست مثل یه لیوان آبی بوده که قبلا پرس کنید که 90% پر بوده، هیچ مشکلی نبوده، حالا یه دفعه به جای 10% اضافه بهش 20% اضافه شده، خب مرو دور برش می‌ریزه. همه ما خواب می‌بینیم هر شب بدون استثناء، 5 بار 4 بار 5 بار همه ما خوابمون مرتبط است به حوادث زندگیمون. خوابهای از این قبیل که شما می‌فرمایید کاملا مرتبط است به حال روانی شما
نگرانی هایی که دارید، خشمی که دارید، ترسی که دارید، شادی هایی که دارید، لذتی که بوده، رنجی که بوده، مخصوصا جنبه های اخلاقی که نادیده گرفته شده، وحشتی که از آسیب به خاطر رعایت نکردن اصول اخلاقی و قانونی داریم، همه اینا دست به دست هم میده و داستان های شب رو که ذهن باید بسازه و خودش رو از این طریق تخلیه کنه یا آرام کنه یا مطلب رو به نوعی به ذهن بیاره و در صحنه آگاه حاضر کنه یا موجب تغییراتی بشه، یه مکانیزم فوق العاده پیچیده، ولی در عین پیچیدگی مثل بدن وقتی که اصول و قواعد شو بدونی عادیه. یعنی بنده به هیچ وجه تعجبی نمی کنم از آنچه شما میبینید. هیچ ارتباطی نه به خود پدر داره، نه به مرگ پدر داره، نه به روح پدر داره. اگر باوری دارید، این برمیگرده به شما و اطرافیانی که در ارتباط با ایشون کارهای درست و غلط و خوب و بد فراوانی رو انجام دارید و حالا به صورت یه داستانی در میاد. چون همه ما با مقدار حوادثی که هست و حروفی که در اختیار داریم هر شب با داستانها رو بسازیم و غالب اوقات هم این خوابا قرار نیست به خاطرمون بمونه، به خاطر اینکه اگر خوابمون سنگین و عمیق باشه خواب یادمون نمیمونه، ولی اگر خواب ما سبک بشه و یا احتمالاً به دلایلی بهش توجه کنیم و یا مایل باشیم که از اون ناآگاه اون رو به صحنه آگاه بیاریم، برای ما فایده و فانکشنی داره و یا تغییرات خاص بدنی رو موجب میشه، ضربان قلبی هست، عرق کردنی هست، چیزایی از این قبیل است، به صحنه آگاه میاد. اینی که تعبیر خوابتون به نظر من مشخص است که برمیگرده به نظر و قضاوت و حال شما در ارتباط با پدر، مرگ ایشون و رفتار عزیزان و اطرافیان قبل، دوران بیماری و بعد. و به همین جهت است که اگر شما یه ذره این مسائل با خودتون و دیگران حل کنید، خواب هم از صحنه ذهنتون میره پایین و یا به خاطرتون نمیمونه و خوابها به صورت دیگه ایست. یعنی اگر شما چند جلسه با کسی صحبت کنید که انتظار و توقعتون از دیگران چه بوده، واقعا با پدر چه کردن و چه اتفاقاتی افتاده، چه مثبت و چه منفی، شما اگر اینا رو در صحنه آگاه و در بیداری و هوشیاری مطرح کنید، تمام نیرو و انرژی و زهر و سم اون حوادث رو اگر همه رو آشکار کنید میگیرید و بنابراین اولا به صورت خواب در نمیاد، خواب تکراری در نمیاد و به این صورتی که در نمیاد. ولی اگر شما به این خواب توجه کردید، راجبش صحبت کردید، درست مثل یه حادثه‌ای میمونه که حتما امشب خواهد اومد. یعنی مطمئن باشید، مخصوصا با گفتگویی که با من داشتید، ظرف چند روز آینده سراغتون خواهد اومد، مگر اینکه براش فکری بکنید. و بعدم اشکالی نداره، خواب ادامه فعالیت ذهن به گونه دیگه، درست مثل من و شمایی که داریم در خیابون قدم میزنیم بعد وارد استخری بشیم یا اقیانوسی بشیم، حالا همون من و شما هستیم که باید به نوع دیگری از طریق شنا کردن پیش بریم و کاری بکنیم که خفه نشیم، که قبلا در حالت راه رفتن در خشکی اون رو نداشتیم. بنابراین مرحله خواب و مرحله بیداری مرحله مثل خشکی و دریاست که قواعد و قوانین خودشو داره، ولی همیشه همون آدم هست که از اینجا به اونجا رفته، ولی به نوع دیگری باید حس کنه، احساس کنه، عمل کنه و غالب اوقات هم مسئله بسیار ساده و عادی است. این که شما معذرت می‌خوام، شما با خواب فقط از طریق علمی خواب اصلا چاره جز شما خواب چیز غیر علمی ندارید. اگر غیر علمی است بنده ازش خبر ندارم. و بعدم منظورم اینه حس ششم و اینا رو شما اصلا باور ندارید. مسئله به اسم حس ششم، هر چیزی که خارج از پنج تا حس اسمش میشه حس ششم. بله. یعنی ولی این که شما فکر کنید پدرتون زنده به گوره، ایشون که زنده به گوره نشون. نمیگم اونو نمیگم، مثلا خوابای دیگر رو میگم که برای اتفاق افتاده. نه حالا ببینید، شما وارد یه بحث دیگری شد، من حاضر هستم بشنم. نه آخه داستان این است که خوابهای همه، وقتی که فرض بفرمایید 10,000 تا خواب رو از آدما گرفتن، مخصوصا همون موقع گرفتن و تو دستگاه‌های، یعنی از نظر علمی تجزیه و تحلیل کردن، دیدن که هر 5 تا تئوری که در طول تاریخ روانشناسی ظرف 150 سال گذشته برای خواب بوده، تقریبا همشون جزئی از حقیقت رو بازگو کردن. و به علاوه شما تنها کسی نیست که خواب می‌بینید، خود اون آدمای متخصص هم خواب می‌بینن. من تو خودم هر وقت صبح که بلند بشم، اگر خوابی دیده باشم، ظرف چند دقیقه می‌تونم بفهمم به کجا مرتبط هست. به منم بسیار از وقت کمک می‌کنه، حتی بعضی از وقت به من میگه این موضوعی که نادیده انگاشتی برای تو مهمه، یا این مسئله که تو فکر می‌کنی اهمیتی نداشته، خیلی اهمیت داشته. یعنی خوابا به من یه پیام‌هایی رو میدن، درست مثل درد که به شما پیام میده و تب که داره پیام میده، ولی اینکه شما فکر بکنید از یه جایی نیروهایی درگیر یه خبرایی میشن حتما نیست. یعنی اون موارد اگر هم باشه، موارد بسیار بسیار استثنایی، تونم به دلیل بحثی که در این باره هست، ولی اینکه آدم‌ها فکر کنن صبح و غروب
جهان در یه جور دیگه هم اداره میشه، از یه طرف نیروهایی هستن، از یه طرف موجوداتی هستن، با هیچ واقعیتی و با هیچ کنترل علمی نمیخونه، ولی افراد همچنان میتونن نظریه و عقیده شخصی خودشون داشته باشن و از نظر منم محترم است و عزیز، با اون کاری ندارم، ولی هیچ ارتباطی به این که شما فکر کنید پیام است. شما اگر من حال زندگی خانوادگی شما رو کمی بدونم، اصلا خواباتون رو برای من نمیگفتید، بعد ماجرای بیماری پدر رو برای من توضیح میدادید، بعد ماجرای مرگشون رو، من در تا میتونستم 5 تا سناریویی که احتمالاً شما خواب میبینید از قبل بنویسم که اینا به سراغ شما میاد. یعنی تا این اندازه حتی میشه پیش بینی کرد. روزی که شما بتونید پیش بینی کنید که پس فردا ساعت 3 بعد از ظهر اولین قطره باران روی پرس کنید دفتر رادیو خواهد افتاد، نشون میده که آگاهی دارید، تا اینکه کسی که همین گونه درباره باران اظهار نظر و عقیده میکنه و نمیدونه اصلا اولین روزی که باران در لس آنجلس خواهد آمد چی هست، چه رسوبه اینکه اولین قطره که روی این فرض کنید ساختمان میفته کجا خواهد بود. بنابراین کار علمی است و این کار علمی است که کار میکنه، ولی اگر اون باورها در ذهن و ضمیر ما هست، بسیاری از ما به دلایلی به اون چیزها هم علاقمندیم، هم توجه میکنیم، ولی علاقه و توجه ما معناش وجودش نیست. به هر حال اگر مطلبی است، چون پیام ها اومده، باید ازتون خواهشم رو خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم، خوشحال میشم. من اولش گفتم دو تا خواب داشتم، میتونم اون یکی هم بگم؟ روی خط باشید، چشم، خواهش کنم. الو، بفهم. دکتر اولاکویی، در ضمن میخواستم بگم که این تجزیه تحلیلی که برای خواب قبلی کردین واقعا درسته و تبریک میگم بهتون که انقدر شما رو خال میزنین سریع. حالا جالب یه چیزیست که دوست ارجمندی الان تلفن کردن بعد از اینکه شما مطالبتون بیان فرمودین. اتفاقا آگهی که آمد آگهی بود که درباره خواب و تعبیر خواب بود برای خرید اتومبیل، و دوستی تلفن کردن گفتم ببینید یه خبرایی هست، حتما شما اینو تنظیم کردید. گفتم اینا تو دستگاه کامپیوتر ما هست و به ترتیب خودشون خواهد آمد، ولی به هر حال معلومه که شما یه نیروهایی داری سرکار خانم. بنده همیشه حرفی که دوستان میزنن رو باور میکنم، ولی خوشبختانه بهش عمل نمیکنم. میفرمودید. بله. خب حالا خواب دومم که خیلی اینترستینگ تره اینه که، یعنی هیچی وقتی بهش فکر میکنم چاره‌ای براش پیدا نمیکنم، اینه که من خودم رو توی خوابم توی دستشویی پیدا میکنم، یا دارم مسواک میزنم، بالاخره یه کاری مهمو شروع میکنم، بعد احساس کنم تو خوابم پشت پرده همون تو وان یه کسی هست، ولی انقدر میترسم تو خوابم، دنیای عجیبیه، انقدر میترسم که هی به خودم میگم نه نه پرده رو نزنم کنار، نزن برو بیرون، اصلا ولش کن، نه کسی اونجا نیست. بالاخره به خودم جرأت میدم تو خواب پرده رو میزنم کنار. بعد یک زنی که لباس نپوشیده، لخت لخت موهاش قرمز بلنده، بعد سفید سفید، به خدا امریکاییه تو خواب من. بعد حالا من اسمم جولی نیست، ولی بگیم اسمم جولیه. بعد وقتی من این ظاهر میشه، همجوری محو میشه، ظاهر میشه، انگار اونم میترسه خودش رو من نشون بده. و وقتی من نمیترسم ظاهر میشه، از وان میاد بیرون. بعد من دستمو دراز میکنم، بعد اون به من نگاه میکنه، مثلا میگه به انگلیسی میگه جولی رایت، با یه اکسنتی. بعد میگم که please help me, please help me. بعد دستم رو میگیره میگه I help you, I help you. بعد یه دفعه محو میشه، من از خواب بیدار میشم. شما چند سالتونه؟ من 28 سال. ازدواج کردید یا نه؟ به غیر از شباش، بله؟ ازدواج کردید یا نه؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه یه ازدواج ناموفق داشتم، ولی الان ازدواج نکردم. نظرتون راجع به زیبایی و ظاهرتون چیه؟ Oh my god. I'm همیشه زجر میده هر روز، یعنی باید هر روز به خودم فکر کنم و چه شکلی هستم، چقدر وزن کم کنم، موام چی شده، پوستم اینجوری شده، خیلی خیلی حساسه. بنابراین شما ماجرای اون خوابتون کاملا مرتبط است به اون عدم رضایتتون راجع به ظاهرتون، و اون زنی که اونجا میبینید یه قسمتش چیزیه که شما میخواید ولی بقیه رو نمیخواید. یعنی فرض کنید مثلا زیبا نیست، نه مطمئنم نیست، ولی مثلا فرض کنید سفید بودنش ممکنه باشه، یعنی به هر حال یه زن دیگری است و پشت پرده است و در حقیقت حمام رفته و تمیز شده، معلومه که زن زیبایی نمیخواید ببینید، یعنی اون عدم رضایتی است که شما به نوعی از خودتون دارید، یعنی کاملا مشخصه و اذیتتون هم میکنه و معلومه که سخت درگیر یه ذهنیتی هستید که به یه چنین افکاری پر و بال میدید. اگر با یه کسی صحبت کنید میتونه هر چیزی رو سر جای خودش بگذاره، ولی معلومه از ارتباطاتتون، از حالتون، از شرایطی که درش هستید، مخصوصا در ارتباط به ظاهر و صورتتون خوشحال نیستید و
برخی از اوقات هم ای بسا دوستانتون اصلا با تون موافق نیستن، ولی شما در این زمینه متاسفانه مقدار سخت گیرید. دقیقاً. از اون زنی که من تو خواب میبینم یه چهره از خودمه، یه چهره ایست که جزی از اون میتونه شما باشه، حتی اگر ممکنه بد و زشت باشه، در حقیقت به نوعی شما خودتون رو نفی میکنید و اونجا میگذارید. اون ماجرای پرده و حمام و اینها هم در حقیقت یه مقدار زمینه های جنسی رو نشون میده. حالا تو اون زمینه هم یه مقدار بحث و گفتیم. داستان موی قرمزش باید یه معنای خاصی برای شما داشته باشه. من چون شما رو نمیشناسم نمیدونم چرا اون رو انتخاب کردی، و مخصوصا اینکه به زبان انگلیسی هم صحبت میکنه خودشه ماجرای دیگه. شما چه مدتی است امریکایید؟ 17 سال. شما وقتی 11 سال تو موده آمدید اینجا؟ تقریبا. بله. شما در کودکی دلتون میخواست دختر باشید؟ یا از دختر بودنتون راضی بودید؟ خیلی. Yeah, I love the femininity of the woman. I love what I am. جنسیتم خیلی دوست دارم. ولی با 5 تا برادر بزرگ شدم. بله. نه خب دیگه. یعنی همه مرد بودن تو خونه. نه همون دیگه. این است که شما یه دوگانگی رو سر مسئله ظاهر و زیبایی و اینها دارید. و اون ماجرا هم به هر حال چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی میشه از شما انتظار داشت که خوابهای شما یه همچین مایه رو داشته باشه. یه کمی خودتون رو آنگونه که هستید بپذیرید، همینه که شما هستید، و این برای از 3 میلیارد مردم دنیا هم میتونه بهتر باشه یا مورد درخواست و دلخواهشون باشه. خودتون در این زمینه اذیت نکنید. به هر حال کجا شما باتون صحبت کردم. خیلی ممنون. ممنون. I love you very much. لطف دارید. ممنون. Okay, ممنون.